سلام دوستان، خب تو این جلسه ما میخواییم از پاور بی آیی که داریم یه خروجی بگیریم و اینکه اون رو پابلیش بکنیم. پابلیش تو قسمت هوم، پابلیش این دکمهش رو، آخرین دکمه رو میتونیم ببینیم. پابلیش کردن باعث میشه که پاور بی آی ما توی یک وب کلود مثل واسه پاور بی آی سرور توی اینجا سیو بشه و خب اون رو میتونیم شیر کنیم واسه بقیه افراد که ببینن که اینو حالا پابلیش کردن میگه. اما اگر ما تو اینجا دسترسی نداشته باشیم به همین پاور بی آی یا اکانتمون رو درست نکرده باشیم، خب نمیتونیم پابلیشش هم بکنیم دیگه. خب تحت اون شرایط میتونیم از اکسپورت پی دی اف استفاده کنیم. توی فایل، توی اکسپورت میتونیم اکسپورت تو پی دی اف کنیم و گزارش پی دی اف رو مثل یه گزارش ساده پی دی اف ارسال بکنیم. اما قابلیت پابلیش هستش که خیلی اهمیت داره واسه پاور بی آی، که امکان رو میده افراد مختلف بتونن بیان این گزارش ها رو ببینن، نظر بذارن روش و کارهای مختلف بکنن. ولی اینکه پابلیش بکنیم هم خیلی ساده است، فقط کافیه روی این پابلیش بزنید، این شروع میکنه گزارش رو قرار دادن توی اون کلاود. ولی باید در نظر داشته باشین که حتما باید توی پاور بی آی ساین این باشین. الان اینجا اسم من رو میتونین ببینین که ساین این هستش و قرار داده شده باشه. اگه ساین این نشده باشین، از شما میخواد که ساین این بکنیم. ما تو جلسه اول که چطور میتونیم پاور بی آی رو دانلود بکنیم و ساین این بکنیم صحبت کرده بودیم. حالا اینجا من از قبل ساین این هستم، ولی خب یه دورم ساین اوت میکنم که بتونیم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی پیش میاد اگر ساین اوت بشیم اینجا و بخوایم ساین این کنیم. خب اول منتظر باشیم که پابلیش رو انجام بده. خب همونطور که میبینیم اینجا وقتی که آماده شد پابلیش رو انجام داد، میگه ورک اسپیسی که حالا ناحیه‌ای که میخوای سیو کنی رو انتخاب کن و جلو بر. حالا من این رو کنسل میکنم، یه بار ساین اوت میکنم از اینجا و دوباره ساین این رو انجام میدم. خب لازم نیست که اینجا حتما ساین این کنیم، واسه بار اولی که پابلیش رو بزنین دوباره از شما میخواد که ساین این بکنین. اینجا میبینین که ایمیلتون رو میگه بزنین، که من ایمیل کاریتون رو حتما باید بزنین، گفتیم که جیمیل نباید باشه. ایمیل کاریتون رو بزنین، کانتینیو کنین. خب ازتون میخواد که یا اکانت اضافه بکنین یا قبلا اگر داشتین اون اکانت رو انتخاب کنین. خب من اینجا انتخاب میکنم، شما اگر ندارین میتونین یه اکانت رو بزنین اینجا. خب وقتی پسوردتون رو زنین ساین این رو انجام بدین و بعد دوباره میاد اونجا، حالا میگه ورک اسپیستون رو انتخاب بکنین که کجا میخواد پابلیش بشه. این ورک اسپیستون هم بر اساس چیزی هست که اینجا دارین. ناکنین من اینجا فقط یه دونه ورک اسپیس، مای ورک اسپیس هستش، میتونم اضافه و کم کنم، کریت کنم، طبقه بندیش کنم که شما هم میتونین این کار رو انجام بدین، مثلا گزارشات فروش یا اصلا بر اساس واحدها، گزارش واحد فروش، گزارش واحد فنی، کاری که حالا دارین انجام میدین بر اساس نیازتون طبقه بندی رو انجام بدین. خب من میگم توی مای ورک اسپیس سلکت میکنم و پابلیش میکنم که یه مقدار زمان میگیره تا پابلیش انجام بشه. خب وقتی که اینجا ساکسس رو میبینی یه دونه لینک به شما داده که میتونین روی این لینک بزنین، میره اون در واقع پاور بی آی دقیقا همین ورکس کلاود پاور بی آی رو باز میکنه واسهتون و گزارشتون رو تحت کلاود بهتون نشون میده. دیگه توی دسکتاپ میتونین اینجا ببندینش و دیگه نیازی نداریم. خب بریم تو قسمت پابلیشمون که پابلیش شده. اینجا میبینیم دقیقا گزارشتون رو ایجاد کرده و قرار داده. این نمایی هست که بقیه هم میتونن ببینن و این همون فیلتریه که اینجا میتونن انجام بدن، فیلتر کنن و حالا گزارش رو مشاهده. حالا چطور میتونیم واسه بقیه این فایل رو بفرستیم و ببینن و شیر کنیم باشون؟ خب این بالا میبینیم ریبون های مختلف داره. من میتونم این فایل رو سیو اند کپی کنم، دانلود بکنم، به صورت پاور بی آی دسکتاپ ببینمش، میتونم پرینت بگیرم یا سیو از پی دی اف میتونم بکنمش. اینجا اکسپورت دارم توی پاورپوینت، توی پی دی اف، توی اکسل حتی، و اینجا نکته ای که هست شیر دارم. من میتونم این رو به صورت ریپورت ایمیل کنم واسه افراد که اینجا دیگه پولی هست و یا میتونم ترای فریش رو انجام بدم که 60 روز ترای فری داره.
لایسنس و اینجور چیزا لازم داره، که اگر شرکتتون خریداری کرده باشه لایسنسشو که میتونین راحتی استفاده کنین، اگرم نه ترای فریش رو میتونین استفاده بکنین که به عنوان 60 روز مثلا این کار رو تقریبا فکر کنم بتونین انجام بدین. من زدم ترای فریش رو، آره الان اینجا نا کنم میتونم ایمیل بزنم که مثلا واسه این افراد این رو ایمیل کن، مثلا واسه آرمین کشاورزی This is a report مثلا بزنم، یعنی میگه دامینش outside your workspace، خب organization نیست، تو که جیمیل نیستی کار میکنی، بعد مثلا همون فرده مثلا .com رو بذارم مثلا، خب که واسه خودم دارم ارسال میکنم. بعد اینجا متنتون رو بنویسیم، بعد اینجا تیکا رو میبینیم، مثلا میگه آیا این افراد بتونن شیر بکنن دوباره این پی دی اف، مثلا من واسه مدیرم میفرستم، مدیر میخواد واسه مدیر عامل بفرسته، پس اینو بهتره که تیکش رو بزن اگه بخواد شیر بکنه. اینجا هم لینک این هستش، خب من میتونم حتی این لینک رو کپی کنم و بفرستم واسه افراد توی واتساپ و اینا، البته اونا باید دسترسی داشته باشن که بتونن ببینن دیگه، این دسترسی رو از طریق ایمیل باید بهشون بدیم. بعد نوتیفیکیشن و اینکه بتونن محتوای جدید رو توی این اضافه و کم بکنن هم بهشون بدیم یا ندیم، که این دیگه دست شماست. اینجا هم اکسس ها، یعنی افرادی که به این دسترسی دارن رو میتونین ببینین، پرمیشن یا مجوزهایی که ادیت بکنن یا نکنن یا ریویو بکنن رو هم ببینیم شیر بکنن یا نکنن، که چیزای خیلی جالبی هست، مخصوصا اگر هزینه‌اش رو داده باشین خیلی کمک میکنه بهتون. ولی خب اگرم ندادین میتونیم به صورت رایگان تا 60 روز استفاده بکنیم، و البته فکر میکنم بعد از 60 روز هم یه مقدار اجازه میده، حالا من خودم امتحان نکردم ولی شنیدم. و قسمت کامنت که خیلی جالب هستش، میتونن افراد بیان کامنت بذارن و در مورد این ریپورت صحبت بکنن، و حتی چت رو میتونن داشته باشن توی ارگانیزیشنتون که اینو میتونین با ادمینتون صحبت بکنین، چت رو راه بندازه و خیلی کارهای دیگه. قسمت ادیتش هست که میتونین تو همین کلاود این رو ادیت بکنین، که باید خودتون ادیت کنین دیگه، دسترسی ادیت داشته. خب اینجا البته یه سری امکانات جالب دیگه هم داره که میتونین ببینین، مثلا QR کد میتونین باسش ایجاد بکنین، فایل لایوت رو میتونین ببینین که تو موبایل چجوری میتونه طرف نگاه بکنه این گزارشتون رو و موبایل لایرتش رو بسازین. بعد حالا من میرم توی ریدینگ ویو برمیگردم تو همون حالت اولیش، که ادیتش هم جالبه که بتونیم مثلا بر اساس موبایل اینا درست. خب نکته بعدی که این هستش، توی قسمت اینجا سه نقطه رو اگر بزنیم میبینیم پین تو داشبورد رو داریم. داشبورد یعنی چی توی پاور بی آی؟ ببینید من اینجا مای ورک اسپیس رو که ساختم، یعنی مکانی که دارم کار میکنم، حالا میتونم واحد مثلا فروش رو در نظر بگیرم، من گزارش های مختلفی دارم، مثلا حالا ببینید من اینجا اسما رو شاید زیاد جالب ننوشتم، ولی مثلا میتونم گزارش در مورد فروش محصولات مختلف داشته باشم، یه گزارش در مورد اینکه چطور مارکتینگ کردم، بازاریابی کردم، یه گزارش در مورد اینکه چقدر فروختم، چجوری فروختم، یه گزارش در مورد هزینه های حمل و نقل داشته باشم، یه گزارش در مورد نیروی کار اصلا داشته باشم که تو واحد فروشن، یا یه گزارش در خصوص اصلا آموزش کارکنانم تو واحدم داشته باشم و غیره. اینا گزارش های مختلفه که هر کدوم از اینا یک پاور بی آی هستن. اما داشبورد چی هستش؟ داشبورد جایی هست که من میتونم ترکیبی از نمودارها و گزارشاتم رو اونجا ببینم. مثلا یه داشبورد مدیریتی درست میکنم، میگم آقا تو این داشبورد مدیریتی من نمودار روند فروش سالانه رو میخوام ببینم، اما این یکی مقدار فروش به ازای ساب کتگوری واسه هم مهم نیست، اما میزان فروش تو استانها شاید واسه مدیر مهم باشه و جالب باشه، که اینا رو میخوام توی داشبورد مدیریتی ببینم. بخاطر همین میام مثلا میگم آقا این نمودار باید پین بشه توی یک داشبورد من. اگر من کل این گزارشم رو بخوام پین کنم توی داشبوردم، میتونم از این سه نقطه اینجا پین تو داشبورد استفاده کنم. اما اگر فقط بخوام این نمودار این یکیه رو مثلا بزنم، اینجا علامت پین رو میبینین، پین رو میزنم، بعد ازم میپرسه که کجا میخوای، تو کدوم داشبورد میخوای اون رو سیو کنی. چون الان در حال حاضر هیچ داشبوردی ندارم، باید یه دونه ایجاد بکنم. مثلا من میگم منیجمنت داشبورد، خب داشبورد مدیریت بهش میگم، بعد میگم پین کن اونجا.
که میاد اینجا یه دونه داشبورد ایجاد میکنه. حالا میتونم از اینجا برم ببینمش که فون ویو، یعنی از طریق مثلا گوشی هم مدیر میتونه با گوشی بیاد نمودارها رو ببینه که میتونم نمای فون رو هم درست بکنم، که حالا اینا دیگه جزئی تر خودتون باید برین جلوزن. ولی اینجا من میتونم این نمودار رو الان مشاهده بکنم، در موردش صحبت بکنم، چت بکنم، کامنت بذارم، حالا دیتیلش رو اینا رو ادیت کنم. ولی چیزی هستش که مدیر من میاد این نمودار رو هر دفعه که آپدیت میشه نگاه میکنه و گزارش بروز داره. یکی اینه، یکی هم اون یکی رو میخوام ادیت کنم بفرستم اونجا تو داشبوردم باشه. فقط میام اینجا این رو پین میکنم توی داشبوردم که میگه حالا میخوای جدید بسازی یا از قبل داشبورد رو داریم، که همین منیجمنت داشبورد رو پین میکنم. و حالا کریت فون ویو که هیچی، بریم توی داشبورد. اینجا میتونیم ببینیم که نمودار استانها چجوریه و حتی زوم کنم که بهتر بتونه این رو ببینه. و خب میتونم نماش رو مثلا فول اسکرینش رو نگاه کنم، برگردم. من میتونم اینجا موبایل ویو برم، موبایل ویوش رو هم الان نگاه کنیم به این صورت داره نشون میده. میتونم تغییر بدم که اگر مدیرم با موبایلم خواست بتونه بره داشبورد های منو ببینه. من اینجا میتونم قابلیت پاور بی آی رو درک کنم که چقدر خوب و مفید هستش. قبلا ما تو اکسل میمدیم گزارش درست میکردیم، پی دی اف میکردیم و ایمیل میکردیم. حالا اینکه بتونیم تو اکسل داشبورد خودکار درست بکنیم و اینا دردسرش جای خودش، ولی من اینجا میتونم در عرض 10 دقیقه یه داشبوردی رو درست بکنم که حتی با موبایل راحت به روز مدیر من بیاد ببینه هر دفعه. و خب خیلی چیز جالبی هست، قابلیت جالبی هستش. خب این میشه از در واقع نحوه پابلیش کردن. حالا من چطور میتونم این گزارشاتم رو به روز کنم؟ این چطور به روز میشه؟ یه دونه رفرش اینجا داره که اگر داده اینا به روز بشه از اینجا میتونیم مثلا اینا رو به روز کنیم. ولی خب بهتره که اول پاور بی آی دسکتاپتون رو به روز بکنیم. خب اینجا رفرش دیتا رو میبینین، رفرش دیتا رو انجام بدیم. مثلا الان اینجا فونت diaco.com آبی هستش، من میخوام این فونت رو هم تغییر بدم. نمی کنم مثلا 20 یه مقدار بزرگتر بشه، بعد میخوام جاشم عوض کنم بیارمش اینجا که خالیه بذارمش اینجوری. الان برفرض من یه تغییری توی این گزارش هم دادم، نمودارامو عوض کردم و اینکه داده هام رو بروز کردم. چرا؟ چطور مثلا این اکسل هم رو اومدم باز کردم دیتا بهش اضافه کردم، یا اینکه این اکسل رو اصلا پاک کردم یه اکسل جدید گذاشتم اینجا به نام همون سیلز دیتا با همون اسم به همین آدرس، ولی داده هاش بروز شده. حالا چیکار باید بکنم؟ اول باید رفرش کنم که این داده ها بروز بشه. این رفرشه فقط داده ها رو بروز میکنه، میره اون داده ها رو از اکسل، حالا یه اکسل دو اکسل هر چند تا اکسل دارم میخونه و بروز رسانی رو انجام میده. بعد که این بروز رسانی رو انجام داد دوباره روی پابلیش باید بزنم که بره روی اون کلاود پابلیش بکنه. اول میگه سیو کن، بعد میگه کجا میخوای سیو کنی. ببین اگر همون ورک اسپیس قبلیم رو بعد انتخاب بکنم، سلکت کنم، بعد میاد میگه که این روی یه دونه ریپورت و یه دونه داشبورد تاثیر میذاره، میخوای این کار انجام بدی؟ آره، ریپلیسش کن. و وقتی که ساکسس رو دیدیم دوباره میتونیم گزارشمون رو باز بکنیم و میبینیم که اون جای آدرس مثلا وبسایت الان تغییر میکنه، میبینیم که اومده بالاتر و اینجا قرار گرفته. خب اینم از نحوه بروز رسانی پاور بی آیمون و اینکه چطور میتونیم یک داشبورد داشته باشیم و اینکه چطور میتونیم این رو توی کلاود بذاریم و شیر کنیم با سایر دیگران. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.